با عرض سلام و وقتتان بخیر به فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید در این برنامه خواهید دید. رویارویی نظامیان هند و پاکستان و آسیب پذیری افغانستان از این تنش ها. پاکستان در واکنش به افزایش تنش ها میان این کشور و هند تمامی پروازهای هواپیماهای افغانستان را از فضای این کشور به هند متوقف ساخت. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به تنش ها میان اسلام آباد و دهلی نو میگوید که کابل خواهان ثبات در منطقه است. امیدوار هستیم پاکستانی ها به تعهدشان در قبال افغانستان به خاطر آوردن صلح عمل بکنند و گام های عملی بردارن. ثبات در افغانستان طبیعتاً باعث ثبات در منطقه به ویژه پاکستان میشه. آیا افغانستان از تیرگی روابط میان این دو کشور متضرر خواهد شد و در این مرحله حساس دستگاه دیپلماسی کشور چه راه را باید در پیش گیرد که از تنش‌ها میان هند و پاکستان افغانستان آسیب نبیند؟ پس از حمله هوایی پاکستان بر کشمیر زیر اداره هند، اداره هوانوردی پاکستان تمامی پروازها را از فضای این کشور به هند به حالت تعلیق درآورده است. در این میان پروازهای هواپیماهای 4 شرکت هوانوردی کامیر، آریانا، سپایس جت و ایر اندیا روزانه از افغانستان با عبور از فضای پاکستان به هند می رفتند متوقف شدند. اداره هوانوردی کشور نیز در اعلامیه‌ای از تمامی شرکت‌های هوایی خواسته است تا اطلاعیه بعدی از فضای هوایی پاکستان کار نگیرند. از سوی دیگر هرچند وزیر خارجه پاکستان هشدار داده که اوجگیری تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی نو تلاش‌های صلح در افغانستان را متاثر خواهد ساخت، اما کابل در واکنش به این اظهارات می‌گوید که افغانستان خواهان ثبات در منطقه است. اما چرا پاکستان افزایش تنش‌ها را میان این دو کشور، میان این کشور و هند به اوضاع افغانستان پیوند می‌دهد؟ پاکستان از بازیگران کلیدی در روند صلح افغانستان شناخته می‌شود و کابل و جامعه جهانی انتظار دارد تا اسلام آباد در موفقیت گفتگوهای کنونی میان طالبان و امریکا بیشتر کمک نماید. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل در بحث با من هستند. سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. آقای سجادی، اگر نگاه کوتاه به گذشته داشته باشیم، از میان هند و پاکستان کدام کشور بیشتر در بی‌ثباتی منطقه دست بالا داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، تحولات بعد از جنگ جهانی دوم و دوران نظام دو قطبی، حضور قوت‌های یا اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و تحولات پس از اون در منطقه و امروزه هم تنش‌هایی که در منطقه ما وجود داره، در تمام این بازی‌ها و تعاملات پاکستان در محور تنش‌ها و یک طرف اصلی بازی هست. با توجه به ماهیت دولت و حکومت در پاکستان و با در نظر داشت ساختار سیاسی ایدئولوژیکی اردو و دستگاه نظامی حاکم بر پاکستان، متاسفانه از آغاز شکلگیری پاکستان تا امروز یک نوع نگاه ایدئولوژیک نسبت به مسائل سیاسی و منطقه‌ای بر دستگاه استخبارات و دستگاه نظامی پاکستان حاکم بوده و این نگاه ایدئولوژیک یک بخشش برمیگرده به ماهیت دولت و حکومت در پاکستان و بخش دیگرش هم برمیگردد به نیازمندی پاکستان برای مدیریت بحران ملت‌سازی که در پاکستان وجود داره. شما میدانید که به هر حال فرایند ملت‌سازی در پاکستان از آغاز با بحران روبرو بوده و تنها نقطه ای که میتونست این بحران رو به گونه ای به یک نقطه وصل پیوند بده، بحث ایدئولوژیک ساختن سیاست و دولت در پاکستان بوده. و از همین زاویه بحث دیگه ای که مطرح میشه، بحث منازعه ای که با هند بر سر کشمیر وجود داشته، پاکستان هماره تلاش کرده که با برجسته ساختن اون بود ایدئولوژیک قضیه و مطرح ساختن بحث کشاندن دین و مسائل دینی در عرصه سیاست و مناسبات منطقه‌ای، تلاش کرده که یک اهرم فشار را نسبت به هند در منطقه ایجاد بکنه. همین نوع نگاه متاسفانه باعث شد که ما در طول این مدت شاهد رشد و پرورش گروه‌های افراطی و تروریستی در داخل خاک پاکستان بودیم که نه تنها برای هند که برای کلیت منطقه و کشورهای منطقه تهدیدزا بود و
اقدامات اخیری هم تنش اخیری هم که شما مشاهده میکنید در مناسبات دو کشور که طبعا تهدیدات جدید را متوجه منطقه و مناسبات بین المللی میسازه ریشه در همون نگاه های ایدئولوژیکی افرادگرایانه داره که ما شاهد حرکت بسیار خونباری در حمله انتحاری در کشمیر بودیم. بله آقای هاشمی، با توجه به تحلیل که آقای سجادی در رابطه با گذشته که پاکستان و هندوستان در منطقه داشتند و با توجه به تیرگی روابط این دو کشور که از گاهی اوج میگیره، فکر میکنید که آیا در این زمان واقعا توقعی چنین تنش میرفت؟ به نام خدا. ببینید در بود یک در این مورد که سیاست داخلی پاکستان کاملا ایدئولوژیک موافق است، اما در حوزه سیاست خارجی پاکستانی ها کاملا غیر ایدئولوژیک رفتار کردند. از همپیمانی، تقاضای همپیمانی با شوروی در سالهای 1951 تا انعقاد قرارداد استراتژیک خود ایالات متحده آمریکا در 1955، یعنی نشان میده که سیاست خارجی پاکستان کاملا غیر ایدئولوژیک و خود طرف های مختلف رابطه ایجاد میکنه. خود چین کمونیست رابطه ایجاد میکنه، خود ایالات متحده آمریکا به حیث یک دموکراسی لیبرال رابطه ایجاد میکنه تا بتونه موازنه حرکت هندوستان در سطح منطقه جنوب آسیا ایجاد کنه. اما در مورد ای که آیا قرار بود که چنین اتفاق بیفته، باور به بیست که رقابت ما بین هند و پاکستان همچنان در سطح منطقه ادامه داره و ای برگرفته از ایست که پاکستان به دنبال ایجاد یک بالانس نظامی خود هند سطح منطقه هست، یعنی از این طریق حال گروه هایی که در دست پاکستان است، گروه های تروریستی که در واقع سازمان استخبارات پاکستان ایجاد کرده، به عنوان یک ابزار به دنبال ایجاد چنین بالانس نظامی خود هند بوده است. چون در سایر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نمیتونه خود هند او موازنه ایجاد کنه پاکستان به خاطر قدرت کمتر، اما در بعد نظامی پاکستانی از طریق گروه های تروریستی که در سطح منطقه رشد دادن به دنبال ایجاد چنین موازنه هست. آقای سجادی، حالا گذشته از تیرگی روابط هند و پاکستان و بحث هایی که ما و شما داشتیم، در رهگذر اول افغانستان از این تنش ها چی ضرر خواهد کرد؟ خب ببینید، در مجموع یک بحث چیزی که آقای هاشمی اشاره میکنه به نظر من قابل توجه است و اون این که تفکیک بین حوزه سیاست خارجی و حکومتداری در مناسبات داخلی بسیار دشوار هست. یک نکته است. نکته دوم این که معمولا دولت ها برای پیشبرد منافع ملی خود در حوزه سیاست خارجی از ابزارهای مختلف استفاده میکنه. ایدئولوژیک سازی سیاست در پاکستان به معنای استفاده ابزاری از تفکر و اندیشه های دینی و گروه های افراطی است که در این کشور در واقع تولید شد و رشد پیدا کرد. به هر میزانی که به هر حال کشمکش ها و تنش در منطقه افزایش پیدا بکنه، با توجه به وابستگی متقابلی که موزه بین کشورها وجود داره، منظور من از وابستگی متقابل تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورها از وضعیت همدیگر و آسیب پذیری های مشترکی که وجود داره، طبعا این تنش ها در ثبات و بی‌ثباتی و ناامنی منطقه ای میتونه تاثیرات منفی داشته باشه. از جانب دیگر تشدید تنش در مناسبات پاکستان و هند میتونه در واقع روند حمایت و رشد جریان های افراطی‌گرایی را که با شعار دین و متکی بر ایدئولوژی دینی مبارزه میکنه یا مقابله میکنه با نفوذ سیاسی نظامی هند در منطقه، تشدید پیدا میکنه که طبعا به نفع ثبات منطقه‌ای و بین المللی نیست. به هر منظوری که فضا به گونه فراهم شود که زمینه رشد و تربیت گروپ ها و جریان های افراطی و تروریستی در منطقه افزایش پیدا بکنه، همه کشورهای منطقه و حتی نظام بین الملل از او متضرر خواهد شد. علاوه بر این دو نقطه، نقطه سوم تاثیرگذاری منفی که در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی میتونه داشته باشه است که به هر حال هند یکی از کشورهای دموکراسی‌های بزرگ دنیا هست و مناسبات بسیار تاثیرگذار را در عرصه اقتصادی سیاسی در منطقه و کشورهای جهان داره و از جمله در مورد افغانستان هم به هر حال مناسبات هند با افغانستان میتونه نقش مؤثری را در پروسه دولت سازی و انکشاف و برنامه های توسعه‌ای در افغانستان داشته باشه. این افزایش این تنش ها مجموعه این موارد را در واقع متاثر می‌سازد. دوباره با شما برمیگردیم پس از میان برنامه کوتاه، بیننده ای ادامه این بحث باشید. و
ادامه برنامه خوش آمدید آقای هاشمی. آقای سجادی، در رابطه با تاثیرات اوج تنش میان هند و پاکستان بر منطقه صحبت کردن، اگر شما مشخصا دیدگاه خود را در رابطه با تاثیرپذیری افغانستان از این تنش‌ها ابراز کنین که افغانستان چگونه متاثر خواهد شد؟ ببینید، موضوعی که اتفاق افتاده است، من فکر می‌کنم در 4 سال گذشته تا حدود زیادی ما رفتیم به سمت نوعی گرایش در سیاست خارجی به سمت همکاری اقتصادی. موضوعات مثل تاپی، مثل لاجورد، رای لاجورد یا چابار که اخیراً افتتاح شده است، نشان میده که سیاست خارجی افغانستان بیشتر فوکس کرده سر مسائل اقتصادی و همکاری اقتصادی منطقوی، و فکر میکنم که او نگاه بین المللی هم تا حدودی به سمت ما کشانده که افغانستان یک کشور برانزا نیست در سطح منطقه یا به دنبال ایجاد تنش در سطح روابط نیست. من فکر میکنم این موضوع یک پوینت مثبت است برای ما، اما طبیعتا برای کشور مثل پاکستان مسائل امنیتی در سیاست خارجی اولویت اول بوده است، و حالا که شما این شرایط بحران ما بین هند و پاکستان مشاهده میکنین، من فکر میکنم با توجه به ساختار قدرت در پاکستان که اساسا نظامیان در رأس قدرت همواره بودند، و این که به دنبال توازن خود هندوستان است، شرایط حاضر بیشتر اون نگاه امنیتی پاکستان در سطح منطقه پررنگ میکنه. و ما چه تصمیم بخواهیم گرفت در سیاست خارجی، باورم بر ایست که در این جنجال کلان یا تنشی که ایجاد شده که موقتا به نظر من هست، ایده طولانی نمیتونه باشه چنین تنشی ما بین دو قدرت هسته‌ای در سطح منطقه جنوب آسیا، بی‌طرفی ما یا خواستن ما طرف‌ها رو به سمت رفتار مسالمت آمیز دعوت کردن بهترین استراتژی میتونه باشه در شرایط حاضر، چون در 4 سال گذشته ما نشان دادیم که اساسا سیاست خارجی ما بیشتر نگاه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای پیگیر است و پروژه‌ای که افتتاح شده در همین جهت حرکت کرده. اما فکر نمی‌کنم که از راه گذر اقتصادی هم افغانستان متضرر میشه، مانند که امروز پروازهایی که قرار بود از فضای پاکستان به طرف هند بره متوقف شدن. صحبت شما دقیق است، اما این کوتاه مدت است. یعنی در تاثیرگذاری بر پروژه‌های کلان نمیتونه تاثیر اساسی بشه. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم، به باور من این است که تنش ما بین هند و پاکستان به دلیل هسته‌ای بودن دو کشور نمیتونه بسیار طولانی شود. چرا که میتونه امنیت بین الملل را به شکل زیر تاثیر خودش ببره. در کوتاه مدت یا هفته‌هایی که ما و شما پیش رو داریم، در یکی دو هفته آینده طبیعتاً مسائل امنیتی در سطح منطقه جنوب آسیا پررنگ‌تر خواهد شد. افغانستان از اون متاثر خواهد شد در کوتاه مدت. اما ما به حیث یک کشور و یک کشوری که میخواد استراتژی در سیاست خارجی داشته باشه، نمیتونیم که ما موقف نظامی یا موقف جانبدارانه از یک از دو کشور بگیریم. در واقع دعوت این دو کشور به سمت همکاری یا پایان تنش، من فکر میکنم بهترین استراتژی ما در سیاست خارجی است. آقای سجادی، شما تا چه حد با دیدگاه آقای هاشمی موافق هستین که حالا بر دستگاه دیپلماسی افغانستان نیاز است که یک نوع سیاست بی‌طرف را در این تنش‌های میان هند و پاکستان باید حفظ کنه، اما پاکستان پای افغانستان را در این میان دخیل می‌سازد و میگه که اوج این تنش‌ها میان هند و پاکستان با گفتگوهای صلح و روند صلح افغانستان تاثیرگذاری دارد؟ خب، یک از بحث‌هایی که همیشه پاکستانی‌ها در ارتباط با افغانستان از او استفاده کرده و به عنوان یک از معیارهای سیاست‌گذاری خود در قبال افغانستان جداً به او توجه داشتن، مسئله مناسبات افغانستان با هند بوده. از یک طرف، از طرف دیگر بحث کشاندن پای افغانستان به این ماجرا یا متضرر شدن افغانستان از تنش در میان پاکستان و هند، من فکر نمی کنم که تنها مختص به افغانستان باشه، با توجه به اینکه هر دو کشور جزء قوت‌های هسته‌ای در منطقه هستند و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، خطرات برخورد نظامی برای هیچ طرف قابل تحمل نیست و حتی برای کشورهای منطقه طبعا پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. نفس تنش فعلی بین پاکستان و هند خب طبعا یک تهدید هست و یک وضعیت ناخوشایند هست، اما مدیریت دیپلماتیک این ماجرا میتونه فرصت‌های را هم ایجاد بکنه. ما همطوری که اشاره شد، خب غیر از این منطق دیگری وجود نخواهد داشت که افغانستان با تاکید بر سیاست همجواری با پاکستان و همزیستی مسالمت آمیز با پاکستان و همچنین مناسبات نیک و همکاری دوامداری که با هند داشته، جز این رای وجود نداره که دستگاه دیپلماسی ما خواستار پایان این تنش ها شود و به طور رایج
به طرفین رو به خیشتنداری دعوت بکنه، موقف گیری و شریک شدن در این ماجراها طبعا هیچ منطقی برای سیاست خارجی افغانستان نداره و یقینا دولت افغانستان هم در این ماجراها وارد نخواهد شد. اما چیزی که وجود داره ایست که اگر ما در این وضعیت پیش آمده با استفاده از افکار عمومی بین‌المللی در ارتباط با شناسایی و ریشه های عامل این تنش ها و خطرهایی که به عنوان آتش زیر خاکستر در آینده هم میتونه منطقه رو تهدید بکنه و نظام بین الملل و امنیت بین المللی و منطقه ای رو با تهدید مواجه بسازه، به یک دیدگاه مشترک و نقطه نظرات مشترک برسیم که او بحث موجودیت جریان های افراطی و حرکت های افراط گرایانه و حرکت های تروریستی در منطقه است، این میتونه در واقع در دراز مدت هم به نفع افغانستان باشه و جامعه جهانی و کشورهای همکار با افغانستان را هم در بحث کمک با برای مبارزه با تروریسم که در کنار مردم افغانستان که سالیان سال قربانی پدیده های شوم بوده در واقع جلب بکنه. بنابراین من فکر میکنم که دستگاه دیپلماسی افغانستان که همواره تاکید داشته روی همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با هند، حتی در همین حد هم تاوان های را پرداخته و در همین حد هم برای پاکستان قابل تحمل نبوده. ولی واقعیت امروز است که از یک طرف پاکستان هم کشور همسایه افغانستان هست و از طرف دیگر هند هم کشور همکار با افغانستان هست. تنش در مناسبات دو کشور به نفع افغانستان و به نفع منطقه نیست و کشاندن پای افغانستان توسط هر کشوری در این ماجراها من فکر میکنم که درست نخواهد بود و به نفع منافع ملی افغانستان هم نیست و یقینا دستگاه دیپلماسی افغانستان هم این مسئله را توجه خواهد داشت. می دیدگاه شما چیست که چرا پاکستان علاقمند کشانیدن پای افغانستان به این تنش‌های میان هند و پاکستان است که به شکل میگن که اوج این تنش‌ها میتونه تاثیرگذاری مستقیم بالای روند گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشه؟ پاکستانی نیاز دارن که ایالات متحده آمریکا جدی از طرف پاکستان حمایت کنه یا یک نوع واسطه‌گری یا میانجیگری اعمال کنه در تنشی که در روابط دو کشور ایجاد شده و حتی به رویارویی نظامی داره منجر میشه چنین مسئله. طبیعتا صلح در افغانستان برای ایالات متحده آمریکا در شرایط حاضر دارای اهمیت است و پاکستان از اهرم‌های مختلف استفاده میکنه که جایگاه ایالات متحده آمریکا در بحرانی که خودش به وجود آورده و میشه گفت که مدیریت بحران از دست پاکستان تا حدودی خارج شده و مسئله دیگه در پهلویش قدرت نظامی برتر هند است در شرایط حاضر نسبت به پاکستان و موضوع دیگری که باید بهش یک فاکتور در این بحران در نظر بگیریم اون است که مشروعیت گروه های تروریستی که در پاکستان فعالیت دارن در سطح بین الملل کاملا زیر سوال رفته که پاکستان از اونها حمایت میکنه و تا حدود زیادی به رفتار هند مشروعیت اعمال میده در قبال حمله نظامی که به پاکستان کرده. مجموعه از اینا که در پهلوی یک دیگر قرار میده، من فکر میکنم موقف پاکستان در شرایط حاضر بسیار تضعیف شده است، اما بازم به تاکیدم برای است که در واقع بحران در سطح جنوب آسیا طبیعتا روی منافع ما میتونه تاثیرگذار باشه. استراتژی اساسی ما در شکل دراز مدتش همکاری خود کشورهای منطقه خصوصا همکاری اقتصادی بوده و نمونهایش پروژه‌ای است که ما داریم افتتاح میکنیم در افغانستان. این بسیار برای ما مفید است، اما این پروژه های اقتصادی منافع پاکستان رو به شکل غیر مستقیم تهدید میکنه که او باید از نگاه دیگه پیش بره. ما در مجموع میخوایم بگم که در شرایط حاضر پاکستان تحت شرایط سخت قرار گرفته. ایالات هند میتونه حتی در مورد حملهش به پاکستان از اصل دفاع مشروع یا دفاع پیشگیرانه استفاده کنه که از لحاظ حقوقی ده حقوق بین الملل هم دارای مشروعیت است. بله. و آقای سجادی، آیا فکر میکنید که اگر وضعیت بدتر شد و پاکستان از تاثیرگذاریش بالای طالبانه که در گفتگوهای صلح افغانستان نقش عمده دارن استفاده کنه و به شکل این روند را کند بسازه؟ در واقع تنش یکی با هند ایجاد شده، پاکستان در موقعیت فعلا قرار نداره که بتونه در ارتباط با مسائل غیر از مدیریت تنش با هند انرژی خود صرف مسائل دیگه بسازه. برای پاکستان بحث صلح افغانستان اساسا جزء اولویت ملی پاکستان نیست و نبوده. آنچه هم که در ماهای اخیر ما شاهدش بودیم بیشتر یک بدبستان و امتیازگیری از غرب و برخی کشورهای دیگر بود که پاکستان رو در واقع
وارد ایفاس کرد و پاکستان هم تلاش کرد که خیلی این رو برجسته و بزرگنمایی بکنه که گویا اونا زمینه سازی حضور و گفتگوی طالبان به روی میز مذاکره شدن. من فکر میکنم که برای پاکستان در شرایط کنونی اولویت اساسی است که هم کشورهای منطقه را و هم ایالات متحده آمریکا را با خود هم نوا بسازه و از طریق در واقع مظلوم نمایی که داره انجام میده که گویا در معرض حمله قرار گرفته تلاش میکنه که موج حمایتی افکار عمومی رو با خود همراه بسازه. این نقطه نقطه اساسی است و برای رسیدن به این نقطه طبعا از ابزارهای مختلف استفاده میکنه، از شکایت در سازمان ملل گرفته تا خدمتتون عرض کنم که بحثای مانند کشاندن پای افغانستان به مسئله و اینکه این قضیه هم برای آمریکایی‌ها و غربی‌ها اهمیت داره که گویا اگر در این ارتباط اونا کمک نکنه برای مدیریت قضیه، قضیه با بحران یا با بنبست روبرو میشه و ابزارهای دیگه‌ای که احیانا میتونه در اختیار داشته باشه. اما من فکر میکنم که طبعا اگر ایالات متحده آمریکا در این پروسه جدی باشه، چنانچه که تاکنون با جدیت پیش رفته، من فکر میکنم که در نهایت پاکستان نمیتونه در این مسیر اخلال ایجاد بکنه، برای اینکه تا هنوز هم باور ما است که سیاست کجدارمریزی که اسلام آباد در قبال سول افغانستان دنبال کرده معلول عدم جدیت و قاطعیت واشنگتن و ایالات متحده آمریکا بود. آقای هاشمی اگر کوتاه اشاره داشته باشین، این که با نگاهی که جامعه جهانی و کشورهای منطقه به پاکستان داره، آیا پاکستان با این سیاست مظلوم نمایی میتونه حداقل امتیاز را به دست بیاره در این بخش؟ من فکر نمی کنم که پاکستان کدام امتیازی به دست بیاره. در بهترین شرایط پاکستان در واقع کوتا بسازه بحران ایر که خلق کرده و از طریق میانجیگری ما بین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، پاکستان بتونه که مسائل نظامی با هند در کوتا مدت یکی دو هفته آینده حل بسازه، ما به سمت کاهش تنش در سطح منطقه پیش بره. بله، فکر میکنه نیاز است که سازمان ملل وارد این مرحله شو برای حل این تنش ها؟ برای حل تنش ها نیاز به یک میانجی است که قدرت نظامی فراوان در سطح منطقه داشته باشه. من فکر میکنم پیشنهاد پاکستانیا خصوصا ایالات متحده آمریکا باشه و در این صورت ایالات متحده آمریکا تاثیرگذاری بیشتر روی پاکستان در مسائل صلح افغانستان خواهد داشت. نظر به سازمان ملل. بله. بله. خیلی ممنون از حضورتان دکتر عبدالقیم سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل. سپاسگزارم. و ممنون از شما که بیننده فراخبر بودید. وقتتان بخیر.